یوسف عزیزی، دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن با ماست. خوش آمدید آقای عزیزی. اینکه ایران در واقع الان گفته که توی 2 هفته آینده مذاکرات در واقع مقدمه برای اثرگیری برجام ادامه پیدا کنه، فکر میکنه ایران کلا منتظر چیه برای اثرگیری مذاکرات؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، ایرانی ها در واقع دولت جدید که روی کار اومده زیاد موافق این نیستن که مذاکره فقط برای مذاکره باشه. مذاکره باید به یک نتیجه مشخصی در زمان بندی مشخصی برسه، دستور کار مشخصی باشه و اهداف هم مشخص باشه. این نیازمند این نیستش که 6 دور 7 دور مذاکرات همه کشورها بیان کنار هم، آمریکایی ها جداگانه در یه هتل دیگه باشن، پیغام پسخام بفرستن. این نیازمند این اتحادیه اروپا به تنهایی کفایت میکنه. دلیلش هم اینه که اتحادیه اروپا از قدیم، از در واقع 2 دهه پیش که مسئله هسته ایران خیلی در واقع مهم شد، با اهمیت شدش در جهان، همیشه این نقش رو داشته که بتونه در واقع یک نقش واسطه‌ای داشته باشه بین ایران و آمریکا، بتونه یه پلی بزنه بین حداقل خواسته های طرفین تا اون بتونه مبنای مذاکرات جدیدتر و رسیدن به نتیجه مذاکرات باشه. چرا فکر می‌کنید این پل زدن واقعا به نتیجه برسه؟ به خاطر اینکه این گره‌ای که در مذاکرات هست به نظر نمیاد که خیلی حل شدنی باشه. آمریکا از ایران، ایران از آمریکا تضمین میخواد، آمریکا میخواد که در واقع مذاکرات فراتر از برجام بره. همونطور که گفتین، آمریکایی‌ها در واقع انتظار دارن که تا وارد برجام شدن و به تعهدات خودشون برگشتن، حالا در مورد اون که چگونه به تعهدات برمیگردن، کامل برمیگردن به سال 2016-2017 قبل از اومدن آقای ترامپ، ولی انتظارشون اینه که انگار الان سال پنجم ششم برجام هست و بعد از این میتونیم وارد مذاکرات منطقه‌ای یا مذاکرات دیگه در مورد حوزه‌های دیگه بشیم، در حالی که هنوز این اعتماد بین مسئولین ایرانی به وجود نیامده. در واقع ایران از اون نفعی که از برجام انتظار داشته بهره‌مند نشده. 3-4 ساله که دوباره تحریم‌ها حتی سنگین‌تر روی ایران برگشته. لذا این توقع آمریکا توقع به جایی نیست. به نظرم میرسه این کاری که اتحادیه اروپا داره میکنه، در واقع مسئول اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به واشنگتن رفته، اونها هم درخواستی از آمریکا دارن. این اولین باره که ما میشنویم که از دو طرف در واقع درخواست دارن. دیگه همه درخواست از سمت ایران نیست. معلومه که بالاخره در این مذاکره داره به سمتی میره که هم آمریکا هم ایران از اون خواسته های حداکثری خودشون دست بردارن. آمریکا و اسرائیل هر دوشون هشدار دادن که اگر ایران تغییر رویه نده، به گفته اونها گزینه های دیگری هم خواهند داشت. این گزینه ها چیه؟ ببینید، در طی این 20 سال از اوایل قرن 21 که در واقع موضوع هسته ایران، پرونده هسته ایران مهم شده بود و اول با 3 کشور اروپایی، تئوریکای اروپا، آلمان و انگلیس و فرانسه مذاکرات بود و بعد مذاکرات 5 جانبه شد، 6 جانبه شد. ببینید، همیشه این مسئله بوده. یعنی همیشه آمریکایی‌ها ادعا می‌کردن که خب ما گزینه‌های دیگه داریم. اسرائیل هم بوده، مسائل خرابکاری‌های هسته‌ای بوده، مسائل امنیتی بوده، جاسوسی بوده، حوزه‌ها و موضوعات مختلفی بوده. ولی حقیقتا بحث حمله نظامی، اگر چیزی باشه که حالا صراحتا بعضی وقتا اسرائیلی ها میگن، آمریکایی ها انقدر صریح نمیگن، بحث حمله نظامی نمیتونه اون خطری که مدعی هست اسرائیل و طرفداران اسرائیل در مورد اینکه ایران میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و مثلا سلاح هسته‌ای رو بر علیه اسرائیل به کار ببره، یک حمله نظامی به ایران و تاسیسات هسته‌ای ایران باعث جلوگیری اون قضیه نمیشه. ممکنه باعث تأخیر کوتاه مدت بشه، اما در کران اون ضررهای زیادی داره که آمریکایی‌ها همیشه دنبال این بودن که جلوی اونو بگیرن، برای اینکه ایران دیگه اجازه نخواهد داد به بازرسی‌های بین‌المللی. ایران اگر تصمیم سیاسی برای رفتن به سمت بمب اتمی هم نداشته، بعد از حمله اسرائیل حتما این تصمیم رو خواهد گرفت. متشکرم از شما یوسف عزیزی، دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی دولتی از واشنگتن.